اسرائیل 9 تن از ماموران خودشو بعد از اینکه شکست اطلاعاتی سختی از ایران خورد کشت. همچنین از صحبت‌های مرشد کامل ایران جناب آیت الله خامنه‌ای صحبت خواهیم کرد در مورد نبوغ ایرانی، در مورد این پهپادها، قدرت پهپادی ایران. این وزوزی ها، این اگز و زنبوری ها همچنان میتازد و اوکراین آخرین نسل از پاتیوتا رو وارد کرده، اما اگزوزی همچنان میتازد. و در مورد افتضاح بایراکدار که فقط فیلم بوده واسه پولشویی و فساد، از اونم خواهیم گفت. همچنین در مورد تاجیکستان عزیز، قرقیزستان اعلام کرد که پهپادهای تاجیکستان دارن ما را شناسایی میکنن، گویا ابابیل دو هم به پرواز در اومدن. سلام ایرانیان، سلام تاجیکستانی های عزیز، افغانستانی های گرامی، فارسی زبانان در سمرقند، بخارا، فرخانه، سرتاسر جان، اونایی که صدای ما رو میشنون. دوستان عزیز، پس از شکست سخت اطلاعاتی رژیم جعلی در فرستادن دو تیم از موشهای کوهی کمله واسه خرابکاری در تأسیسات صنعتی اصفهان، حالا فهمیدن که در ابتدا در تور امنیتی ایران بودن و شروع کردن به کشتن ماموران خودشون، عکساشون هم منتشر شده و اسفل سافلین که میکشن دوستان عزیز. خب خبری که امروز منتشر شد در این رابطه، نوشته موساد افسر اطلاعاتیش را به اتهام ارتباط با ایران کشت. 6 افسر اطلاعاتی پس از ناکامی عملیات موساد برای خرابکاری در یک مرکز صنعتی در اصفهان که منجر به بازداشت تمام عوامل اطلاعاتی آن توسط وزارت اطلاعات ایران شد، رژیم صهیونیستی حداقل 6 افسر برجسته مرتبط با میز ایران در موساد را کشته بود. آقای بارنعا رئیس موساد قرار بود با این عملیات بزرگ به قول خودش یه ذره چشمی به ایران نشون بده و بیاد پوز بده که ما یک عملیات بزرگ بر علیه ایران انجام دادیم، ولی ایران از همون ابتدا در رصد اطلاعاتیش بود و دومشون رو قیچی کرد. سگ کی باشید که بخواید به ایران ما لطمه بزنید؟ خب بواتون دراریم، خاک تو سرت زیبا کلام. خب تومر ایکس، آنول شاپیرا، شارون اسمال، اسامیش هم منتشر شده، شایلی وستلند، اوفک آهارون، ایتامارو الهرر، همچین اسمی، 6 افسری هستن که به اتهام ارتباط با دستگاه امنیتی ایران در مراحل بازجویی توسط موساد کشته شدن. ما تا بیخ گوش بنی گانس در حین شیر دوشیدن آره داشت جایگاه ارائه شیر گاوه رو میدوشید، ما پیشش بودیم. به قول سردار دلاور ما از رگ گردن به شما نزدیکترین. اینا خواب راحت ندارن، شروع کردن دارن هر کسی پیدا میکنن بهش یک کمی شک دارن میکشنش. این صهیونیست ها پولکی هن، گدازادن، از قدیم هم پولکی بودن، با یه مقداری پول و هر کس که میخوای خیانت میکنن. اینا نه ارخ وطن پرسته، اینا فهم مشتی پولکی دوزاری هن که واسه مقداری پول از این ورور جان جمع شدن توی سرزمین جلی، نه هم بهش ارخی دارن نه هم چیزی. اگر یه کمی وزم خراب بشه که داره خراب میشه، فلنگ میبندن میرن کشور مبدع خودشون، گور بابای اسرائیل. خب موساد که لو رفتن عملیات پیچیده خرابکاری خود را شکست و رسوایی بزرگ برای خود میدانست، به زعم خود و برای انسداد رخنه دستگاه امنیتی ایران مجبور به حذف تمامی این افسران شده است تا شاید بتواند از بقیه افراد و ارتباطات آنان حفاظت کند. داریم سیتومین کاسکالی. با توجه به اشراف کامل دستگاه امنیتی ایران بر فعالیت موساد در منطقه غرب و جنوب شرق آسیا، مشخص نیست که خلاصه شدن عملیات موساد در مالزی و بازداشت تمام عوامل آن در این کشور با همکاری سرویس اطلاعاتی این کشور با سرویس اطلاعاتی ایران بوده است یا خیر. مالزی هم چند تا از سرویس های اطلاعاتیشون لو رفتن و خلاصه هر جا میرن زیر مشت ماست، توی اشراف اطلاعاتی مان. یه قلمش هم هر وقت ببینیم جایی جمع شدن، مثل اون جریان موشکباران اربین با موشک فاتح صدده میزنیم تو ملاجشون، به اسفل سافلین میفرستیمشون. خاک تو سرت زیبا کلام، خرد کپو تاج زاده که عرب فکر میکنید دیگه اربابتون همون ارباب سابقه، هنوز یه پخیه، نمیدونید ارباب منطقه مای، بزرگ منطقه مایم،
هر کس بخواد توی منطقه تردد کنه باید از کت خدای منطقه یعنی ایران عزیز ما اجازه بگیره. خب اما بریم در مورد پهپادها. پهپادها همچنان میتازن. این شاهد 336، این وزوزی، این فلفلی، این اگزو زنبوری، مترپرش، آقا هر چی بگی این داره میتازه و صداشه که میفهمن وحشت میفته در دل اوکراینی و ناتو. حالا CNN یک کشف بزرگ کرده دوستان عزیز، یک عکسی منتشر کرده از پیدا شدن یک کلمه فارسی روی پهپادها، لاشه یکی از پهپادهای همین شاهد ما که ما میگیم ندادیم واسه جنگ اوکراین پیدا کرده، یک کلمه فارسی. خب حالا پیدا کن پرتقال فروش رو. بعد روسا مرتب درخواست سامانه پدافندی میدن. S-300شو دیدیم فیلمشو که چطور شاهد S-300 هم منهدم کرد. خب اما امروز مرشد ما در این رابطه صحبت کردن دوستان عزیز، این پیر خردمند و آگاه، این پیر فرزانه که ایران از سخت‌ترین شرایط و بحران ها به سلامت عبور دادن و ایران در تمامی جنگ‌های منطقه‌ای، ژئوپلیتیکی، جنگ‌های اطلاعاتی به سلامت عبور دادن و امروز ما در مقابل غرب دست برتر داریم. فقط غرب ابزار رسانه مونده و رو اسکل کردن بعضی از ایرانیان حساب باز کرده که اینم توف سر بالای ماست و ما این نقطه ضعف انشالله برطرف میکنیم. خب اما امروز رهبر چی گفتن؟ گفتن که تصاویر پهپادهای ایرانی فتوشاپ است. حالا میگویند که پهپادهای ایرانی خطرناکه. قبلا میگفتن تصاویر فتوشاپه، الان میگن خطرناکه. برای موشکم قبلا میگفتن لوله بخاریه، الان میگن نقطه زنه، الان شخم زنه، عین جسد ساخت کنه، الان نمیدونم صهیونیست کشه، الان هنر درمونه. هنر صهیونیست و یانکی درمونه خراب کنه. خب ایشون ادامه دادن ساخت تجهیزات پیشرفته موشکی و پهپادی که چند سال پیش از این عکس‌هایش منتشر می‌شد، می‌گفتن این فتوشاپ است، حالا که می‌گوین پهپادهای ایرانی خیلی خطرناک است. چرا به فلان کس می‌فروشید، به فلان کس می‌دهید؟ حالا خودشون تمام بازار اسلحه سازی دنیا دستشونه، مشتی آشغال هم میدن به این کشورهای عربی، به این کشورهای منطقه‌ای. ما آشغالمون از بهترین تاپترین تسلیحات اینا کارآمدتره و اینا از این سوختن. همین وزوزی تمام برنامه‌هاشو تو جنگ اوکراین، اون نمیدونم توپخانه هیمارس و فلان و همه اینا رو ناکوت کرد، از رد خارج کرد. خب اما خبرها هم داره میاد در مورد این که روسا علاوه بر فاتح 310 ذوالفقار هم پسند کردن. موشک ذوالفقار نزدیک 700 خورده هم برد داره و موشک سوخت جامد تاکتیکی مایل پرتاب و نقطه زن، از اونایی که سینوس کوسینوس و تانجانت کوتانجانت، نقطه وسط، یه میل نه این ور نه اون ور، از اون موشک هاست که قبلا تو ملاج داعش هم تو دیر و زور فرود آمده بود دوستان عزیز. اما در مورد افتضاح بایراکدار شده یک طنزی که قبلا یادتونه سرودی واسه ساخته بودن بایراکدار، الان شده بغبغدار، الان معلومه هیچ نداره، هیچ پخی ندار. خب یکی از مقامات اوکراینی صحبت کرده در مورد همین بغبغدار، یاشینسکی نماینده اوکراین در گفتگو با وان ولوکسوس که خود را سیاستمدار آمریکایی معرفی میکنند، گفت پهپادهای ترکی بیرقدار مورد استفاده ارتش اوکراین یک پروژه جنگ روانی هستند و فقط در ارتباط با سایر تسلیحات و در هفته
هفته های اول بحران اوکراین بخش قابل توجهی از آنها سرنگون شدند. بعد جالبه میگه که از کیفیت و چیزاش که انتقاد کرده بود مدیر عامل بایراکتار، ببین چی در جواب گفته. هانوک بایراکتور مدیر عامل بیرقدار اما بغبغدار در توییتی در پاسخ به مقامات اوکراینی نوشت پس خودت برو به جنگ. گشتل چقل. ببین چطور به قول ما پاپوش کنونه، ببین چطور همدیگر رو رسوا کردن اینا. میگم این پانتورکا و ترکیه و فیلم و اوکراین یک شوی درست کرده بودن اول جنگ اوکراین، این بیرقدار میاد نمیدونم چیکار میکنه و جنگو به نفع ما تغییر میده، بعد روسا خب مثل برگ پاییزی بیرقداران سرنگون کردن. که بعد زلنسکی هم بعد چند روز اومد گفت با عرض احترام اینا هیچ پقی نبودن و این بایراکدارا همه سرنگون شدن، هیچ تأثیری در صحنه رزم نداشتن. اما دوستان عزیز در مورد رژه‌ای که سپاه در آذربایجان شرقی و اردبیل یعنی شمال غرب کشور در بین آذری‌های عزیز هممرز با استانداری باکو و تنش‌هایی که این استانداری با ارمنستان داره سر جریان سیونیک و انزوای ژئوپلیتیک ایران و این رزمایش قدرتمندی که ایران ایجاد شده، یگان‌های رزمی سپاه از رود ارس عبور کردن. عملیات عبور یگان‌های رزمی و مهندسی نیروی زمینی از روی پل نصب شده بر رودخانه ارس با موفقیت انجام شد. در این مرحله یگان‌های مهندسی رزمی نیروی زمینی سپاه علاوه بر نصب پل‌های متحرک BMP یک پل ثابت خاکی نیز برای سهولت در تردد یگان‌های زرهی روی رودخانه ارس احداث کردند. اینو دیگه باید این استانداری مست و نمیدونم سرکش اما حقیر باکو دریافت باید بکنه. این تهدید آخره، اگر بخواد برخلاف منافع ملی ایران رفتار بکنه این از ارز ارس دلاوران ما عبور خواهند کرد دوستان و درس به اینا خواهند داد کارستان و ما از ننگ ترکمانچای گلستان هم خارج میشیم و اون موقع دیگه نمیایم واسه ادب کردن، اون موقع میایم واسه پس گرفتن سرزمینایی که به زور از ما جدا شد و ما دوباره به عزتمون در تاریخ برمیگردیم دوستان عزیز و ما ایرانی ها له له میزنیم برای اون روز. ما خیلی علاقه داریم الهام گراز دماغ این بهانه رو به دست ما بده، اصلا ما به دنبال این بهانه ایم و او اگر مرد این میدانی که بخواد بیاد منافع ملی ایران رو تهدید بکنه راه باز جاده دراز، ولی اون موقع حتما جاش در باکو نخواهد بود دوستان عزیز. اما بیاید فیلم رو ببینید از پل شناور که بر روی رودخانه ارس ساخته شد. خب فکر کنم کافی باشه دوستان عزیز. اما در مورد این پهپاد شاهد 136 که هر روز داره اخبار جدیدتر در میاد، رسانه‌ها روسی گفتن این شمدانی دو نه تنها به طور دقیق به زیر ساختا ضربه میزد بلکه به عنوان یک سلاح روانی نیز عمل میکند. یه ویدیو واسهتون میذارم. بعد این اوکراینی وقتی زنبوری داره میاد، وزوزی داره میاد، با لعن بیادبانه فوش میده به ما ایرانیان، البته فوش میده به اون زلنسکی مردک صهیونیستی که اوکراین به این فلاکت برده، فوش میده به جد آبادش. فعلا که پهپادهای ما مثل عجل معلق بر سرشونن زیر مشگلون، حالا تو فوش بده. این چند ثانیه رو ببینید.
Саме тупориле, от саме тупориле. Роз'їбіть мене ядерною зброєю, роз'їбіть мене, блядь, кінжалом цим, блядь, гіперзвуковою ракетою. Але я не хочу вмерти від їбучого мопеда. Мопеда, який летить і... Я, блядь, бачу його, сука, я бачу його. Це саме тупорила зброя. Я сьогодні бачив, як цей шахет пиздує. Це зброя реально терористів. Бо, блядь, не один нормальна, не одна нормальна людина, їй, сука, ця ракета ніколи не влучить. Бо ти, блядь, чуєш, як пиздує мопед, дивишся, о, їбать, шахет. І просто пиздуєш від нього. Це зброя довбойобів. Вона розрахована лише на те, щоб їбачити вночі, коли ти, блядь, не бачиш. Блядь, їбані шахети, блядь, назва терористична нахуй. Просто... دیگه دشمنم کاری ازش بر نمیاد فوش بده مهمه بکنه دیگه همین ازش بر میاد دوستان عزیز فعلا که شمشیر ما بر فراق بر فرق سر و ملاج این اروپایی هاست دیگه ناتو و اوکراینیا خب اما در مورد تاجیکستان عزیز ما چند وقت پیش کارخونه ساخت و منتاج و پهپاد ابوویل دو رو با حضور سردار سرلشکر باکری در تاجیکستان داشتیم و اون عکس فتروسی هم که پشت سر ایشون بود معلوم بود که این ابتدای راه و ما در سایر پهپادان با تاجیکستان همکاری امنیتی میکنیم چون تاجیکستان در جنگی که با قرقیزستان داره که اون متحد ترکیه است ما و ترکیه هم بایرکدار بهش داده ما هم واسه اینکه توازن قوا به هم نخوره اومدیم کارخونه ساخت مونتاژ پهپاد ابوویل دو را دادیم به تاجیکستان حالا گویا پهپادها به حرکت در اومدن حالا گویا تاجیکستان داره از اینا استفاده میکنه البته این در اخبار به طور ضمنی مشخص اعلام نشده ولی با توجه به اینکه تاجیکستان نیروی هوایی قدرتمندی نداره اصلا نیروی هوایی نداره منظور جنگنده و اینا و در زمینه پهپادی هم دستش خالی بوده حالا قرقیزستان اینو اسپوتنیک روسیه گفته قرقیزستان تاجیکستان را به انجام عملیات شناسایی در خاک خود با استفاده از پهپاد متهم کرده است یعنی گفته این پهپادها شناسایی تاجیکستان میان مناطق مرزی ما رو شناسایی و قول معروف رصد میکنن با توجه به این که نسخه ابوویل دو پهپاد شناساییه البته نسخه رزمیش هم هست خود ابوویل دو و ما یه نمونه ابوویل دو رزمی داشتیم بعد ابوویل دو شناسایی ابوویل دو رزمی هم اومد که حالا نمیدونم اون نسخه‌ای که به تاجیکستان دادن فقط شناسایی اطلاعاتی یا رزمی هم هست اینو من نمیدونم ولی حالا با توجه به این خبر پهپادهای ما علاوه بر این که در اوکراین به قول معروف خبرساز شدن دارن در قرقیزستان و تاجیکستان در آسیای میانه هم خبرساز میشه دوستان مطمئن باشید فردا ترکیه و قرقیزستان و اینا سر صدا میکنن آی پهپادهای ایران فلان کردن و بهمان کردن این خبر واسه من جالب بود دوستان عزیز اما در رابطه با درگیری مرزی تاجیکستان و قرقیزستان نگرانی تاجیکستان از اقدامات تحریک‌آمیز قرقیزستان در مناطق مرزی خدمات مرزبانی کمیته دولتی تاجیکستان اعلام کرد علی‌رغم توافق دو جانبه با قرقیزستان در مورد مناطق مرزی اما اقدامات جدیدی از طرف این کشور با هدف تشدید وضعیت در این مناطق مشاهده می شود فارس این خبر رو زده بر اساس این گزارش این مرکز اقدامات تحریک‌آمیز شهروندان قرقیز با هدف بی‌ثبات کردن اوضاع آماده سازی مواضع تیراندازی ایجاد سنگر و خندق ادامه انتقال تجهیزات نظامی اضافی و نقص منظم حریم هوایی این کشور به صورت واضح نقشه های مخرب طرف قرقیزی را تایید می کنند در این بیانیه آمده است علی‌رغم توافقات شفاهی و کتبی با طرف قرقیزستان برخلاف مفاد پروتکل شماره 42 از 25 سپتامبر سال جاری حقایقی انتقال تجهیزات نظامی سلاح‌های سنگین و نیروی اضافی به مناطق مرزی توسط قرقیزستان ثبت می شود نهاد مربوطه اعلام کرده است حقایق مکرر تمرینات نظامی گواه بر نیت غیر دوستانه طرف قرقیزی بوده است در صورت دوستان این درگیری خب در بخش دیگر از این بیانیه آمده است ساکنان روستای آقسای با جمعیت 3500 نفری مدت هاست که به طور سیستماتیک به شهروندان تاجیکستان و وسایل نقلیه آنها حمله می کنند و تنها جاده منطقه واروخ را مسدود و 45000 شهروند این کشور را در وضعیت انزوا قرار دادند طرف تاجیکی هشدار داده است که حقایق ثبت شده گواه مستقیم
اقدامات هدفمند طرف قیرخیزی برای تشدید اوضاع و برانگیختن درگیری‌های مسلحانه جدید در مناطق مرزی و نفرت قومی می باشد. خب در صورت دوستان درگیری بین دو کشور بسیار شدید و حاد، یعنی علاوه ملی و بین حتی مردمان این دو کشور، و هر دو کشور هم همدیگه رو متهم به این قبیل امور میکنن و چشماندازی که میبینیم مشخصه که فعلا امکان صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز بین این دو کشور فعلا متاسفانه وجود نداره و حالا باید دید ببینیم در آینده چی میشه. قربون تو برم دوستان عزیز، خدا وکیلی ایران داره به پیش میره، اینو ما نمیگیم، اینو شعار نمیدیم، اینو اخبار میگن، اینو ابرقدرت ها میگن، اینو از زجه هایی که میکنن، اینو از گریه هایی که میکنن، از فوش هایی که میدن، از بی دستلادی، از ناتوانی دیگه چیکار کنن، فوش میدن. ایران مثل بلدوزر داره موانع از سر راه بر میداره. آقا برید کنار، زیر دستبال ننشید، خدا وکیلی شرتون بیاد گردنمون. سپاس از مهرتان، پیروز باشید.